سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام اینجا کویتل تی ویه. امروز میخوایم به یه سری از حرکات فول رپ فارسی بپردازیم، یه سری حرکات به شدت فول. اگه تو ذهن شما هم حرکت فولی از آرتیستی هست، حتما توی کامنت ها بنویسید که شاید قسمت های بعدی داشت، شاید که حتما بهش بپردازیم. تو این قسمت میخوایم به 4 تاش بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم. برو بریم که با همین ویدیو رو داشته باشیم. اولین حرکت فولی که بهش میخوایم بپردازیم یکی از فولترین حرکات تاریخ رپ فارسیه. اون چیه؟ ببینیم ویدیو رو. بلم بگم به همه بدخواه که همه بلدن از رو ماشین و چه میدونم خونهشون و ساعتشون و زندگیشون فیلم بگیرن، ولی این چیزا فیلم گرفتن نداره. کاش اگر هم فیلم میگیرید مال خودتون باشه، نه اجاره ای. و اینکه اونم برای کسایی که گفتن ما پول تیم ما پول همون رفتن هم نداره، این بلاکچین منه، مستند ما حرف میزنید، نشون دادن میگم نداره، ولی ببین چشت درات، یه دونش هم خرجت نمی کنم. ولی بله، ویدیویی بود که حسین از خودش منتشر کرد، استوری گذاشت زمانی که درگیر بود با ساشا سبحانی و اومد نشون داد که 500 میلیون بیت کوین داره و اینجوری بودن همه که آقا امینم اصلا کیه، دریک اصلا کیه، حسین اینجاست، چرا اصلا تو پولدارترین رپرای دنیا نیستم، از این حرفا. و میگفت که ساشا میخرمت. حرکت فولترش این بود که هیچ وقت اینو گردن نگرفت، عذرخواهی نکرد و حدودا یک سال بعد اومد راجع به این صحبت کرد، گفت که میخواستم نشون بدم خیلی ها فیک میکنن. خب دوست عزیز، بعد همون استوری میذاشتی میگفتی که ببینید این اینجوری بود، اونا هم این کارو میکنن، نه اینکه بعد از اینکه همه گرفتن روتون یک سال بعد بیا بگی نه ما این تو یک پیامی داشتیم مردم نفهمیدن، توضیح میدادین 500 میلیون بیت کوین. ولی خب نیمه پر لیوانو که ببینیم، این مسئله باعث شد که خیلی ها بدونن آقا میشه بعضی از کیف پولا رو بیاری و نشون بدی، یا کیف پول فیک بسازی و بیاری نشون بدی که این پول توش هست، و دیگه خیلی راحت مردم به این اسکرین شات ها و ویدیوها اعتماد نمیکنن. این میشه گفت نیمه پر لیوانش بود، اتفاق مثبتی بود که افتاد. حرکت فول بعدی یکم قدیمی تره و مال زمانیه که جی جی و یاس درگیر بودن و هم تیکه مینداختن، از اونور جی جی میومد میگفتش که بابا اصلا اینا همش دارن ناله میکنن و اینا، از اونور سفارشی رو یاس داد میگفت چی میگین بابا 100 تومانی پاره های لای هزاری و اینا. همون دوران بود که کنسرت ها تازه خیلی داشت جون میگرفت و بیشتر داشتن تو رپ فارسی کنسرت میذاشتن. خب زد بازی هم خیلی کنسرت میذاشت به صورت مختصرتر، علیرضا جی جی و سیجل به همراهی لیتو خیلی کنسرت میذاشتن. حالا واقعی بود که یه بار حالا یه اشتباهی پیش اومد و جی جی رو صحنه افتاد پایین، اما همون هول و هوش بود یکم بعدش بود که جناب آقای سیجل یهو همینجوری که داشت بالا پایین میپرید روی کنسرت و خیلی مست بود، یک فوشی رو نثار آقا یاس کرد. بله این فوشو داد همینطور خیلی یهویی، ولی خب عذرخواهی هیچ وقت نکرد به اون شکل، اما راجع به این صحبت کرد که پشیمونه و بعد از اون اتفاق دیگه هیچ وقت سیاه مست نمیره روی استیج. این اتفاق خیلی عجیبه، یعنی یه حرکت خیلی عجیب و اصلا نمیشه که یهویی اتفاق افتاده باشه، یعنی تصادفی. حالا داستان چیه؟ چند ماه پیش جناب آقای دورچی به همراهی کاگان یک آهنگی دادن به اسم نی، خیلی آهنگ باحالی بود، خیلی وایب داشت، خیلی خفن بود، اما اولش اینجوری شروع میشد. میگه کی کی کی، خب خیلی ها فهم میکنن خب کاگان دیگه، کاگان کی کی کی، و اینجوریه داره تگ اینو میگه. اما کجا این مسئله خیلی دارک میشه و فول میکنه قضیه رو وقتی کاور همچین چیزیه. حالا چی میشه که دارک میشه، انقدر عجیب میشه، فول میشه؟ واسه اینکه کی 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 خیلی اصلا معروفه، اینا یک ارگانیزیشنی بودن که ضد سیاپوستا بودن و یک ارگانیزیشن تروریستی بودن و یه هیت گروپ بودن که اولین بارها سالهای 1866 اینها شکل گرفتن و بعدها
هم بودن، حالا هی تعداد کلناشون بیشتر میشد و اینا، حتی الان هم فعالن. اینا با سیاه‌پوستا مشکل داشتن، این ریختی هم لباس میپوشیدن. آره دیگه، KKK رو میگه، عکسم اینه، دقیقاً همین این. یعنی KKK هر جا بگی اولین چیزی که میاد تو ذهن اینه. و چه جوری میشه همچی چیزی؟ و اگر این اتفاق در خارج از ایران میافتاد 100% کنسل میشد جناب آقای دورچی. و خیلی من نمیدونم چه جوری این اتفاق افتاد، یعنی چرا آهنگی که اسمش نیه کاورش همچی چیزی باشه که میبینید. و اولش هم میگن KKK که دقیقاً داره این اورگانایزیشن رو میگه که KKK کو کلوکس کلان، و یه اورگانایزیشنی بودن که تو آمریکا ضد سیاه‌پوستا، حالا آفریقایی جامائیکایی‌ها رو اون موقع ترور میکردن و خیلی حرکات عجیب غریب میکردن و مراسم عجیب و فلان و بهمان و اینا. حالا اگه مافیا بازی کرده باشید، مافیا سمون تو دیدید، حتی اگر فیلم پزشک دهکده رو دیده باشید که تو ایران هی میذاشت، دیدین اونجا این داستانو. و خیلی یک ناهنجاری بود، یه گروه عجیبی بودن، تروریست بودن به نوعی. چرا؟ یعنی کسی اونجا نبوده بگه داداش این عکس اینه، این اینه، این اصلا چه جوری؟ و خیلی نکته جالبیه که هیچکی به این پی نبرده، یعنی تو ایران یکی از این منتقدها فلان اینها، اینایی که توییتر انقدر فعالن اینا، من هیچ جا ندیدم به این اشاره کنن، یعنی هیچ کس متوجه نشده. KKK عکس همین، یعنی چی بعد بیاره تو ذهن آدم؟ من نمیدونم اصلا چرا کاور اینه به عنوان ایسترگ می‌خواستین استفاده کنید. چرا اصلا همه جوره فوله، یعنی ایسترگ همچین چیزی هم فوله، یعنی همه جوره فوله، من نمیدونم، ولی بود دیگه و هست. حرکت فول دیگه که میخوایم بهش اشاره کنیم خیلی فوله، فرامرزی، فرامرزی تر از حتی دورچی. اون اتفاق دورچی فوله. اونم آقای علی گرامی بود که تو آهنگ جدیدش به اسم ها 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 میاد یه همچین بار فولیو میگه. با هم بری کلنجار مثل فیلم الافزار، ناموس تو میگم جلوت زنده. ای خب این باری که دیدی داره میگه مثل فیلم الافزار. فیلم الافزار یه فیلمیه که بر اساس واقعیت ساخته شده. واقعیت چیه؟ که تو اصفهان تو خمینی شهر اگه اشتباه نکنم یک مهمونی بوده، یه سری آدم حروم لقمه پا میشن میرن اونجا، دست و پای مردا رو میبندن اینا. حالا این اتفاق رخ میده، اتفاق کثافت، واقعا کثافتی، و بر اساس واقعیت بوده. و آقای علی گرامی به این فلکس میکنه که من میام همون کارو میکنم، یعنی این همه خانواده و این همه آدمی که اجر دیدن و این اتفاق وحشتناک واسه شون افتاده، این فلکس میکنه رو اون که منم همین کارو میکنم. و شاید خیلی ها بگن نه داداش رپ که اصلا حد و مرز نداره، اصلا چه حد رپ ها فلان، همچین چیزی نیست. و نمیدونم این کجا چی جوری اصلا کی اینو کرده تو مخ ایرانی ها و مخاطب هایی که هستن، چون خط قرمز ها هم تو آمریکا خیلی مهمه و اصلا همچین چیزی شما نمیتونی به هر چیزی رفرنس بزنی، نمیتونی، میدونی. و تو آمریکا که آزاد و فلان و حد و مرز میگن نیست و اینا هست، یه کوچولو بری تحقیق کنی ببینی متوجه میشی. سال 2013 بود اگه اشتباه نکنم لیل وین و فیوچر یا آهنگ رو ریمیکس الان یه باری لیل ونگ گفتم حتی نمیتونم بگمش. و هم دارین میبینید اینجا توضیحاتو به صورت انگلیسی میتونید پاز کنید ببینید و حالا هر چیزی. و اومد یه همچین لاینی گفت که برمیگشت به یک مسئله‌ای که فکر میکنم مال 1954 بود، یک مسئله واقعی، به اون رفرنس زد و فلکسیا که من اون کارو که با اون پسر 14 ساله شده میام اینجا. مثلا اینجوری حجمه وحشتناکی روی لیل ونگ شک گرفت، چه از سمت خانواده و بازماندگان همون آقای تیل، چه مردم که این آهنگو پاک کردن، دوباره ریلیس کردن، این بارو حذف کردن و عذرخواهی کردن به شدت زیاد. این یه نمونه شه، نمونه های دیگه هست که شما اصلا باید حواست باشه داری به چی ارجاع میدی. یک واقعه‌ای که اتفاق افتاده، یک ناهنجاری توش قتل شکل گرفته، تجاوز شکل گرفته اینها، و آدمهای اینجا دخیل بودن که صدمه دیدن. توی حالا این کیس لیل وین اتفاق خیلی قدیمی تر بوده، ولی توی کیس این دوستمون که همین مال 10 سال 12 سال پیشه، همین حدودا 13 سال پیشه، شما یه همچین رفرنسی میزنی، یه سری آدم هم باش اینجوری آ فلان اینا، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که بیان بگی من مثل زلزله کاشانم میزنم انقدر آدم میمیرن. مثل چی؟ اتفاقات تلخی هن اینا، باید حواست باشه راجب چی داری صحبت میکنی. و بازم خیلی عجیبه که هیچ کس نمیاد هیچی بگه، نمیدونم صدای نرسیده که هیچکی هیچی نمیگه. چه اتفاق مگه میشه شما به همچین واقعی که همچین چیز مهمیه، اونم توی حال جامعه ما، تا 2 سال پیش از اون اتفاقاتی که اومد و این اتفاقا، شما بیا همچین چیزی بگی
اصلا مگه داریم؟ یعنی یک نفر نبوده به این بگه آقا این فوله، نبر اینو، هر چیزی رو نگو، هر چی به ذهنت میرسه اون موقع نگو، خط قرمز فلان. متاسفانه رپ فارسی و همچین حرفایی رو هم بزنی یه سری آدم نه تو ایتری فلان مهمان اینا، نه رپ آمریکا که من حد و مرز داره، همین اتفاق تو رپ آمریکا بیفته طرف تا پای کنسلی و نابودی و ورشکستگی میره، کنسرتاشو کنسل میکنن، قراردادشو کنسل میکنن، تو فیلمی باشه میندازنش کنار، اونم همچین چیزی که راجع به یک اتفاق اونم تجاوز فلکس بکنی اینجوری نابودی. بعد من نمیدونم خیلی ها رپ آمریکا بلدن، گوش میدن، دنبال میکنن مارکتو، با این حال میکنن با این اتفاق، یه بالا پایین بکنی معلومه، خط قرمز داریم آقا، هر چیزی رو نگو، هر چیزی رو به زبون نیارید. خلاصه این بود از این اتفاق، یعنی من نمیدونم این آخریه که دیگه خیلی فول بود، یعنی به شدت فول بود، یه حرکت عجیب غریب فولیه و ولی رپ فارسی دیگه نقدم بشه میشه هیت، یه سری میاد نه تو بیشتر بلدن نه آمریکا اینجوریه، اصلا گیریم آمریکا هم اونجوری باشه، هر کشوری که رپ داره و توش داره رپ خونده میشه تولید میشه، خب رپ یک استانداردی داره که اصلا به عنوان موسیقی چه فرمیه، بقیه چیزاش از فرهنگ اون کشور میاد که اون خاصش میکنه، رپ اونجا، رپ فلانجا، رپ بهمانجا و اون ساندی که حالا میاد، حالا سازایی که دارن هر چیز. اونورم این اتفاق نیست، شما هر چیزی انقدر راحت بگی و فلان و هیچ اتفاقی هم واسه نیفته، هیچ بهایی نداره شه باشه، نه از من حد و مرزم هست، در ضمن هر کاری هم اونور میشه که نباید اینور تقلید بشه، فرهنگ اینجا هست، یه داستانی هست، یه اصلا خودمون مغز داریم، میتونیم آقا درسته آیا به همچین چیزی ما فلکس بکنیم؟ خیلی فلکس های کثیف تر از اینم میشه زد، بعد اونم تو این حالت انقدر ساده و بدون هیچ استراکچر خاصی، اون قافیه خیلی بد منشی دارم بهت میگم، واقعا اتفاق عجیبی، حالا نمیدونم از اینا میان استفاده کنن که حالا چه ازشون حرف زده بشه، چه بد چه خوب، فقط حرف زده بشه که ترند بشن، نمیدونم واقعا نمیفهمم چرا، یا واقعا از اینجا میاد که آره. خلاصه دمتون گرم است که این برنامه رو تماشا کردید، به نظر شما فول ترین حرکت تو این چارتا کدوم بود و همچنین حرکت فول دیگری اگر از رپر دیگری تو ذهنتون هست کامنت کنید. دمتون گرم است که ویدیو رو تماشا کردید. سی یو سون.